سلام، چطورین؟ من فاطمه هم و امروز میخوام ببرمتون دانشگاه تورنتو و دانشگاه رو بهتون نشون بدم، یکم از ساختمونا براتون ویدیو بگیرم، کل محیط دانشگاه رو ببینین، چون که دانشگاه تورنتو یکی از دانشگاه قشنگ دنیاست و ما بهش میگیم هاگوارتس کانادایی. یادتون نره که چنل رو سابسکرایب بکنین و اگه ویدیو رو دوست داشتین کامنت و لایکم یادتون نره. فعلا برو بریم. خب این دانشگاه راتمن هستش که برای رشته های بیزنس و فایننس و ایناست. در واقع اسم تو بیلدینگش هم حالا نوشته اونجا. اینم دانشگاه پرستاری هستش. اینجا هم یه سری تابلوهای مسخره ای هستن که حالا اعلامی هاشون میزنن. این دانشگاه هستش که برای بچه های بیولوژیک و بایومولکولار و ایناست و خیلی ساختمان خوشگلی داره. حالا ایناهاش خیلی زیباست، داخلش هم خیلی خوشگله که اندفعه نشد بریم چون بعد بردمتون این هارت هاوس رو نشون بدم که حالا جلوتر میبینیمش. و این خیابون کالجه، این خیابون که نمرش عبور میکنیم و اکثر دانشکده توی همین خیابونه. اونم که دانشکده پرستاریه، خیلی دانشکده بزرگیه و یکی از بهترین دانشکده هایی هستش که تورنتو داره و نامبر وانه توی نرسینگ به این شکل. و به ترتیب عبور میکنیم و میرسیم به سردر. حالا یک کوچولو دیگه میرسیم به سردر، اما حالا اینجا الان دانشکده های دیگه ای هستش که میبینین. اینجا مثلا برای مهندسی صنایع و متریال و ایناست و کلن دپارتمان هایی که انجینیرینگ هستن خیلی زیادن و بسته به اینکه استادتون تو کدوم دپارتمان لب داشته باشه، چون خیلی استادا ممکنه که بین رشته ای کار بکنن، محل کارتون متفاوت میشه. اینجا رومونو برمیگردونیم و تادا سی ان تاور زیبا که البته همون برج میلاد خودمونه و به این شکل. خب اینجا که میبینین سردر دانشگاه تورنتو هستش که متاسفانه اگه رومونو برگردونیم سمت راست که بخوام یه ویو خوب داشته باشیم با کانستراکشن مواجه میشیم. حالا بله من هدتاب داده بودم، اما خب خیلی قشنگه و خیلی دوست داشتنیه. اینکه انقدر خدمت داره به نظرم خیلی دوست داشتنیه و اینکه انقدر الان سرسبز و زیباست واقعا همه چیز رو چندین برابر خوب کرده. واقعا تابستون خیلی تورنتو خوشگله، فکر نمی‌کنم انقدر دوستش داشته باشم. و بریم داخل دانشگاه رو ببینیم. این برم حالا خیابون روبروشه، کافه و دندون پزشکی و یه سری رستوران و پاب و اینا میبینین این سمت و بریم داخل. چون میترسم آهنگ بذارم و یوتیوب حذف کنه، اینجا فقط دارم اسپم میکنم واسه تون و چیز خاصی نمیگم. این پلی که میبینین دانشکده ها رو به همدیگه وصل کرده. کلن توی یوافتی به خاطر حالا هر چیزی که هست که به نظر من به خاطر سرماست، اکثر ساختمون ها به همدیگه راه دارن، حالا چه از لحاظ زیرزمینی راه دارن چه یه پلی هست بینشون، حتی ساختمونایی که مثلا حالا منازل منظورم، حتی ساختمونای عادی هم به همدیگه راه دارن. مثلا از متروی کالج که حالا یه ایسکای هستش توی داونتاون تا یونین که میشه دم لیک اونتاریو، همش به همدیگه راه داره از لحاظ زیرزمینی. اینم دانشکده‌ای هستش که برای انجینیرینگ، رشته های ECE معمولا اینجا هستن و خب خیلی باحاله. و خب وقتی که من TA بودم ترم قبلی من همینجا می اومدم که لب بچه هم همینجا بود، ولی کلا خیلی دانشکده قدیمی و باحالیه. الان میم داخلش هم میبینیم. یالا یالا، خب همه ساختمون ها یه اسمی دارن، اسم اینجا هم هست سندفورد. پایینش یه حالت فودکورت، البته خب بیشتر جای غذاخوری فودکورت خاصی نیست، اما میریم بالا. خب من اینجا رو تندش بکنم. خب یکم توی این دانشکده چرخیدیم، بیاین بهتون فضای اینجا رو نشون بدم. یکم قدیمیه کمپس سنجورد، یه سری از ساختمون ها چون که خب خیلی قدمت داره و
و اینجا سبیر زندان بود، نمیدونم چی بود، من به حال گذشتیم. و سی این کلن توی یوافتی از هر طرف به چرخی سی این رو میبینیم. اینجا هم اسامی کسایی هستش که فارغ التحصیل شدن، خیلی بامزه بود و من عاشق فونتشم به خاطر اینکه کپی هری پاتره. و خلاصه الان جلوتر کلی اسم دیگه هم میبینین، همه کسایی هستن که سالیان مختلف اینجا بودن و بعضی هاشون دیگه خیلی قدیمی هن. یعنی مثلا حالا اینجا 1983 ولی قدیمی تر هم دارین و خیلی باحال بود به نظرم. این برم ساخت و ساز بود، نمیدونم چی داراشن میکردن، گل لب داشتن درست میکردن. و به این شکل این سمت هم اسامی کسایی که مهم بودن توی این دانشکده رو زدن که حالا من خیلی نفهمیدم. این آقای شبیه مهران مدیری بود. خیلی شبیه مهران مدیری بود. اینم احساس میکنم توی کتابای فیزیک و اینا، فیزیک و شیمی و این حرفا داشتیمش. این سوی خیابان دانشکده بیهن رو میبینین. ببینید چقدر سرسبزه اینجا، باورتون میشه این همون جاییه که قرار زمستون خشک و بیبرگ و این شهر مردگان بشه. anyways گفتم که این دانشکده بیهن خیلی خوشگله. اما الان میخوام ببرمتون دانشکده مورد علاقه خودم، دانشکده مای هال. الان بهتون نشونش میدم اون جلوه ایناهاش. این ساختمان مای هال واقعا خیلی دوستش دارم. اولین کلاسی که داشتم توی یوافتی اینجا برگزار میشد و دوره ایجول که گفتم شرکت کرده بودم، همون که بلاگشو گذاشتم، اونم اینجا بود کلاسش. و اینکه در واقع واسه یه ساختمان اینویشن انترپرنرشیپ و اینجا هم مثل سالن مطالعه داره، یه کافه خیلی خوشگل و خوب اینجا داره که الان بسته بود و حالا اینم نمای بیرونیشه برای بچه های مهندسیه و خب خیلی خیلی زیباست. این اتوبوس نارنجی که میبینین یا حالا زرد که میبینین فکر میکنین که اتوبوس مدرسه است، اسکول باسه، اما توش دانشجوها نشستن. دانشجوها که از کمپس های دیگه دارن میان این کمپس، که این که دارن از این کمپس میان کمپس های دیگه. به هر حال میخواستم بهتون بگم که بچه ها اینا توشون همیشه بچه های مدرسه ای نیستن و همین خلاصه، چون من خودم با اینا رفت آمد کردم و توشون هم واقعا اونقدر راحت نیست. بکنم واقعا واسه بچه ها طراحیش کردم. خب بریم این سمتی که بهتون یه چیز خیلی 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 جذاب نشون بدم به اسم یو آف تی. البته قبلش بر سر مزار یه سری آدم به طور اتفاقی رفتیم و به یاد آنها فاتحه خوندیم. بله این یو آف تیه. همونطور که میبینین ساخت و سازه و فکر کنم نیستن، ولی اصل ساختمون این شکلی هن. من این لحظه که تقابل ساختمان قدیمی و ساختمان مدرن هستش رو خیلی دوست دارم، پرچم یو آف تیه. و خلاصه این که دارن این گوشه ها رو یکم مرتب میکنن و رینیو میکنن، اما این وسط هنوز هم که هنوزه کانسترکشنه و خیلی رو مخه، اما داریم باهاش کنار میاییم و امیدوارم که زودتر درست بشه. این دختره که میبینیم داره جلوتر راه میره، اونم تنها بود و از همدیگه کلی عکس گرفتیم بعدش. این خیلی بامزه و با هم یه دوست شدیم. ولی این ساختمون قشنگ رو ببینیم، فقط اون ستونایی که کنار در ورودی، یعنی عاشقش شدم. حالا الان میریم سمتش که ببینیم دقیقا چطوریه، توش چیه. و جالبه که من قبلا چون هوا خوب نبودش نمیدونم خیلی بگردم اکسپلور بکنم، ولی امروز که رفتم کلی گشتم و واقعا اینجا قشنگه و حیف که عکسای خوبی نتونستم بگیرم، اما به نظرم جای خیلی خوبی برای عکس گرفتن. فعلا حالا چندین سال وقت داریم عکس بگیریم. اینجا اومدیم داخل، دیدیم که یونیورسیتی کالج. حالا درش قفل بود، نشد بریم تو، ولی خب گفتم بهتون نشون بدم. اینم منم شاداب و خندان در حالی که خورشید توی صورتم بود، آفتاب بود هوا، که واقعا آفتاب یکی از چیزایی که زندگی رو زیباتر میکنه در کنار ساختمان زیبا. سعی میکنم کمتر حرف بزنم و بیشتر نشون بدم محیط رو که اینو اینگم نباشم، ولی خب چون نمیتونم میوزیک بذارم گفتم که خب صحبت کنم. و همونطور که میبینید خیلی همیشه با دوچرخه و اسکوتر و
اسکیت بورد دارن رفت آمد میکنن و اینم خیلی نرماله وقتی که هوا خوبه. حالا فعلا که ما هیچ کدوم استفاده نمی کنیم. و دوباره یه نمای دیگه از دانشگاه میریم کم کم از اینا عبور کنیم برسیم به زیباترین ساختمون دانشگاه به اسم هارت هاوس. خب من یه توضیحاتی بدم. هارت هاوس یکی از قدیمی ترین ساختمون هاست و در واقع یه جاییه واسه یه سری کارها، مثلا برای کار دانشجوی مختلف. ما توی اون پزشکی تهران یه ساختمون داشتیم به اسم مراد، حالا هر کی یه چیزی داشته، مراد برای ما بوده مرکز رشد استاتای درخشان. اینجا همه کار توش میکنن، توش عروسی میگیرن، مهمونی میگیرن، چون کنفرانس برگزار میکنن، اتاق پیانو داره برای میوزیک و این داستان ها، مثلا میتونی بچه ها بیان ساز بزنن و حتی پایینش جیم داره، یه جیم مثلا خیلی گرفته ایه ولی همه چی داره دیگه. اینجا هم داشتن الان مسابقه میدادن، مسابقه اسکیت بورد سواری و خیلی بامزه بود. حالا ما خیلی وقت نداشتیم نگاه بکنیم ولی براتون ویدیو گرفتم. این ساعت یکی از مهمترین ساین های یوافتی هستش و خیلی خوشگله. اون شیشه های رنگیشو واقعا نگاه کنین و دیگه میرسیم به جاهای زیبا. خب دیگه بریم توی هارت هاوس که کلی چیزای جذاب دارم براتون نشون بدم. در رو باز میکنیم. این پایین همون جایی که بهتون گفتم جیمه، اینجا هم رسپشنه و میریم طبقه بالا از پله ها و به طور ناگهانی با هاگوارتس مواجه میشیم. شما نگاه کن فقط پنجره ها رو، سقف و خود هاگوارتسه و خیلی نور میزد، یکم تو ویدیو بد شده. نمیست خیلی عجیب بود و من فکر میکردم که توشون برای یه چیزایی باشه ولی خالی بود. حالا به هر حال احتمالا یه دلیل داره دیگه، ولی انگار مثلا قاب عکس بود، نمیدونم دقیقا چی بود، یا اینکه مثلا یه چیزی برای کاغذ بود. آره خلاصه به این شکل. و ببینیم واقعا معماری سقف و پنجره ها رو، مثلا انگار که واقعا انگار که هاگوارتس بود. خیلی خوشحال بودم وقتی که اینا رو میدیدم اولین بار. بعد میریم طبقه بالا. اینجا سمت چپتون همونطور که دیدین لایبرری هستش، یکم اون ورتر میوزیک روم هم هست که توش پیانو داره. کلن فکر کنم 3-4 تا اتاق پیانو داره که توشون پیانوست و بچه ها میشن رزرو کنن هر موقع که خواستن و برن برن که تمرین بکنن پیانو. و خب من تو بلد نیستم کار نمیکنم انیویز. و این بالا داشتن یه مراسم برگزار میکردن، صدای پیانوش میومد و خیلی خفن بود. حالا هیچ قطع و وز میشد ولی همون لایبری هست ولی کلا خفن بود. فکر کنم الان بعد صداش رو بشنوین. و خلاصه این که خیلی ماحال کردیم، دمه هر کسی که داشت میزد گرم. فکر کنم البته چینی بودن کسی که داشتش میزد. و حالا بریم سمت اون اتاقی که بهتون گفتم. کلن همه فضای قدیمیه با اینکه حالا سانیتایزر هم هستش و همه این حرفا.
این یکی از اتاقایی هستش که توش مراسم برگزار میکنن که حالا پیانو هم توش داشت و جا کفشیه چیه نمیدونم، مگه مسجده. حالا خلاصه این که اینجا هم یه اتاقی بود که من خیلی خوشم اومد، خیلی به نظرم معماری خوب داشت، حالا خلاصه خیلی سریعش گذاشتم، ولی به این شکل خاصی نداره. حالا الان میخواییم برگردیم، نه داخل یکی از اون اتاقا چون درش قفل بود نتونستم برم داخل، همون میوزیک رومه. اینجا یکی از عجیب ترین جاهایی بود که رفتم و یه مکانی بود نمیدونم اینجا دعا میکردن چیکار میکردن، حالا نفهمیدیم والا، ولی درش باز بود و نقاشی ها رو فقط نگاه کنین، خیلی نقاشی های عجیب غریبی بودن، مثلا اونی که سه تا کله بود، بعد اینطوری اصلا واقعا نمیتونستم خیلی سر در بیارم و واقعا تنهایی یکم داشت واسه هم ترسناک میشد چون خیلی فضای عجیبی بود، من تو این فضا زیاد نبودم، ولی خب پنجره خیلی قشنگ بود و روبه حیات بود که یه آدم تو حیاتش بودن. و خب من از اونجایی که فضولم رفتم سراغ اینجایی که فرق داشت، که دریچه بود، گفتم باز کنم ببینم چه خبره و خب داخلش یه سری ظرف بود که اصلا نمیفهمم، فکر کنم برای شستن بچه است، نمیدونم اصلا واقعا نفهمم، و اون بایبله بودش که بهش دست نتونستم بزنم، ترسیدم یکم و خلاصه این که همچین فضایی بود. و سمت راستم که پنجره بود باز میشه به حیات که الان بهتون نشوندم حیاتو. خب این فضای باز هارت هاوس که یه موقع هایی یه سری آدم رو رزروش میکنن برای برگزاری مراسم هاشون، حتی مراسم عروسی هم اینجا برگزار میشه برای کسایی که اپدیت دادن با UFT و خیلی جای قشنگیه. حالا این پشت ساعته هست، من نتونستم جلو برم چون سری آدم ها اینجا جمع شده بودن، مشخص بود که یه ایونتیه و خلاصه اینکه ما هم ایونتی که داشتیم واسه یه کنفرانسی اینجا برگزار شده بود و اون موقع خیلی عکس گرفتم، حتما توی استوریات دیدین. خلاصه اینکه همین، حالا میریم داخل و میخوام تون رو برم یه جای دیگه که اونم خیلی خیلی خفن هستش و اونم سالن اصلیه که میبینیم. واقعا توی این سالن انقدر نمادها و نوشته ها و چیزای عجیب غریب میبینین که من خودم واقعا هیچ وقت نتونستم سر در بیارم و خب نرفتم هم درست بگردم. فقط شما به این معماری ها نگاه کنین، به این سقف و بعد همه چیز، به این ساینا نگاه کنین و به هم بگین که چیزی نیست، واقعا چیزی هست و واقعا خیلی قشنگه. و حتی این، یعنی این آینه وقتی که نگاه میکردی و پنجره میافتاد توش به نظرم خیلی عجیب و جالبی بود، احتمالا مثلا نیمه شب گرگینه از اونو باید بیرون، نمیدونم حالا. بعد نقاشی های خیلی جالبی بود، اون بالا رو که میبینیم پنج ها داشتن حرکت میکردن، این فضایی بود که احتمالا رفتن بهش باید از انتهای راه رو انجام میشد که من چون آدم فضولی هستم سعی کردم بهش دسترسی داشته باشم، حالا بهش میرسیم جلوتر. ولی خب خیلی پنجره قشنگ بود، کلن همه چی خیلی زیباست و واقعا احساس خوبی داشتم که اینجا بودم. خب میریم به سمت این راهروی خیلی خیلی باریک، با اینکه ما از فضای تاریک میترسیم و سعی میکنیم که بریم بالا ببینیم چه خبره و اگه ویو جالبی بهمون میده حالا مهمی سیاد. من اینجا دیدم که اینجا یه آشپزخونه این چیزی بود، ولی خب چون توش آدم بود و ترسیدم یکم دیگه وای نستم و سریع رفتم، ولی خیلی عجیبه که آشپزخونه بخواد اون بالا باشه، نمیدونم واسم عجیب بود. خلاصه و خلاصه برگشتم یه ویو کلی و بریم به سمت بیرون. اینجا هم یه سری تابلوهای جالب و معنادار بود که به خودتون میسپارم و از در میریم بیرون. و اینم بود تور هارت هاوس که خب هارت هاوس جاهای مختلفی هم داره، مثل جیم که نرفتم بهتون نشون بدم، یا اون طبقه بالاش طبقه سوم، یا خود لایبرری. اینم حالا نمای کلی هستش و خلاصه همین.
ببینین چقدر گل و گیاه کاشتن. کلن تابستون و بهار خیلی اینجا خوشگل بود تا الان. حالا من پاییزو هنوز ندیدم ولی خیلی دوست داشتنیه و به نظرم انقدر زیبا هست که آدم بیارزه بخواد زمستون باهاش صبر کنه. این پارک، پارک کوینز پارک هستش که یکی از پارک‌های خیلی بزرگیه که اینجاست و بغل دانشگاهه و خیلی هم قشنگه. جلو هم فکر کنم پارلمان هستش. آره پارلمانه و این هم یه ساختمون قرمز رنگ که پارلمان هستش یکی و یه سری نمادای بامزه‌ایه. مثلا اینجا گوزن رو داریم و خرس رو داریم و واسه اینکه داخل پارلمان هم خیلی باحاله. من که دوستام رفته بود واسه هم ویدیو فرستاده بود، خیلی خوب بود. حالا خودم هم میتونم یه روز برم واسه تون ویدیو بفرستم. این دو چرخه ها هم مثل همون بیدودی هم که تو ایران داریم. اگه این ویدیو رو دوست داشتین یه اسم نگه چنل رو سابسکرایب بکنین، واسه هم کامنت بذارین، لایک بکنین و دوستاتون هم معرفی بکنین. و اینکه همین، مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدین و گود لاک با همه کارهایی که دارین. و یادتون باشه که مهم نیست واقعا کدوم دانشگاه بریم، مهم اینه که از اون برهه که تو اون دانشگاه هستین بهترین استفاده رو ببرین. همین دیگه، فعلا خدافظ.